روسیه عوامل اطلاعاتی اوکراین ترور دوگین را طراحی و اجرا کردند به دنبال قتل دختر الکساندر دوگین از افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه در روز یکشنبه بر اثر انفجار خودرویش در شهر مسکو سرویس امنیت فدرال روسیه عوامل اوکراین را عامل این ترور دانست به گزارش شبکه خبری راشا تودی سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده این جنایت توسط سرویس های ویژه اوکراین تحریزی و انجام شده است سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که عامل این جنایت یک شهروند اوکراینی است که به دنبال قتل به استونی گریخته است بر اساس این گزارش وبگاه شبکه سی ان دوگین را نویسنده فیلسوف و چهره ای توصیف کرد که اثرگذاری بالایی بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته و به عنوان مغز متفکر پوتین یاد کرده دوگین و دخترش هر دو توسط ایالات متحده تحریم شدند. انگلیس نیز در ماه ژوئیه دوگین را به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحریم کرد. مقامات روسیه روز یکشنبه گفتند که پس از کشته شدن دختر فیلسوف با و ملیگرای روسیه الکساندر دوگین بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در حومه مسکو، تحقیقات درباره قتل آغاز کردند. کمیته تحقیقات روسیه گفت که بر اساس شواهدی جمع آوری شده بر این باور است که یک فرد انفجار خودرویی را که منجر به کشته شدن داری یادگی دوگینا شد طراحی و دستور داده بود کمیته تحقیقات روسیه سپس در بیانیه ای اعلام کرد با در نظر گرفتن داده های به دست آمده تحقیقات بر این باور است که این جنایت از قبل برنامه ریزی شده و ماهیت دستوری داشته است این ترور در حالی رخ داد که فشارهای همه جانبه کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد تشدید فشارهای آمریکا و غرب علیه روسیه کار را به جایی رسانده که تولسی گابارد نماینده سابق عضو مجلس نمایندگان آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 گفته بود بایدن از درگیری در اوکراین برای مهندسی تغییر رژیم در روسیه و تغذیه مجتمع نظامی صنعتی استفاده می کند. بریتانیا در یک قدمی فروپاشی گاردین سیاستمداران انگلیس در زمان بحران برای مردم غیب می شوند. بریتانیا این روزها با بحرانهای متعددی روبروست برخی از کارشناسان بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی و بیتوجهی سیاستمداران به این موضوعات ممکن است باعث شود تا کشور از هم بپاشد چندی پیش کارگران اتحادیه راه آهن دریانوردی و بخش حمل و نقل سیستم متروی لندن به دلیل عدم رضایت از حقوق و مزایای بازنشستگی خود دست به اعتصاب زدند در جریان این اعتصاب روز گذشته بسیاری از خطوط مترو به حالت تعلیق درآمده و خدمات اتوبوسرانی در غرب و جنوب غربی لندن نیز مختل شد افزایش اعتراضات کارگری همزمان با تشدید بحران در تامین هزینه های زندگی تحت تاثیر تورم دو در این کشور است گرانی بحران انرژی و احتمال حمایت های دولتی از سیستم بهداشت منجر به این شده که نه تنها کارگران بلکه عموم مردم انگلستان خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی و دستمزدها شوند در همین حال کارشناسان به وقوع بحران در بخش بهداشت عمومی و همچنین افزایش هزینه های انرژی در زمستان پیش روحش هشدار دادند کارشناسان بر این باورند که ممکن است بریتانیا با بحران بهداشت عمومی ناشی از افزایش قبض انرژی مواجه شود رهبران بهداشت عمومی بریتانیا از دولت درخواست کردند تا فوراً با افزایش قیمت های انرژی مقابله کند و هشدار دادند که افزایش شدید صورت حسابهای خانوار منجر به بیمار شدن افراد بیشتر و افزایش تعداد مرگ میر سالانه مرتبط با خانه‌های سرد می شود. کنفدراسیون خدمات سلامت ملی در نامه ای که به مقامات دولتی ارسال کرد نوشت افزایش و هزینه ها به این معناست که بسیاری از مردم مجبورند بین حسب وعده های غذایی برای گرم کردن خانه های خود یا زندگی در شرایط سرد و مرتوب یکی را انتخاب کنند. این در حالی است که ادامه وضعیت موجود ممکن است منجر به بیاعتمادی مردم به دولت شده و سرمنشای اعتراضات در بریتانیا شود. در حالی که سیاستمداران مردم را به ریاضت اقتصادی تشویق می کنند خودشان هیچ اقدام مؤثری جام نداده و تنها به اختلافات طبقاتی دامن میزند این همان چیزی است که جورج مونبیوت به شدت بر آن تاکید میکند ستون نویس گاردین اشاره میکند که تورم افزایش هزینه های انرژی و رکود دستمزدها میتواند به معنای فقر برای میلیون نفر باشد اما ایدئولوژی محافظه کار بریتانیا از پاسخ دادن به آن حذر میکند او با انتقاد از عملکرد بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا اشاره میکند که جانسون به دولت متحد نبود و همچنان در مواجه با بحران ها غایب می همانطور که در آغاز همه گیری غیبتش زد وی همچنین اشاره می کند که صورت حسابهای انرژی همراه با رانت های تنبیهی، تورم فزاینده و راکت بودن دستمزدها و مزایا بدون اقدام موثر ممکن است معنای فقر واقعی میلیون ها نفر باشد اما دولت هیچ اقدامی نمی کند آنها همچنین در مورد بحرانی که در زمستان امسال در انتظار است چیزی برای گفتن ندارند به خصوص آنکه شیوع مجدد همگیری همزمان با بحران کمبود بودجه همچنان وجود دارد تنها خدمات عمومی که با کمبود عمده مواجه نیستند یکی وزارت دفاع لیستراس قصد دارد تا حد زیادی بودجه آن را افزایش دهد و دومی جاده است دلیلی وجود دارد که چرا دولت در جاده ها هزینه زیادی می کند در حالی که بقیه بخش دولتی را خفه می کند آن هم این است که جاده از معدود خدمات عمومی هستند که توسط افراد بسیار ثروتمند استفاده می شود یک مقام دیگر آمریکایی به تایوان سفر کرد اریک هولکام فرماندار ایالت ایندیانا روز یکشنبه با نادیده گرفتن مخالفت شدید پکن به عنوان تازه ترین مقام آمریکایی وارد تایوان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین که تایوان را بخشی از سرزمین خود میداند، از زمان دیدار دو روزه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایپه در ماه جاری، و تمرین های نظامی گسترده ای نزدیک این جزیره برگزار کرده است. هولکام در شبکه های اجتماعی نوشت که قصد دارد پس از تایوان به کره جنوبی برود و دفتر ریاست جمهوری تایوان نیز اعلام کرد که او با تسای ون رئیس جمهور این کشور در بامداد دوشنبه دیدار خواهد کرد هولکام با اشاره به این نکته که نخستین فرماندار یک ایالت آمریکا که از هنگام آغاز همهگیری کرونا در بیش از دو سال پیش به تایوان سفر می کند دیدار خود را از تایوان و کره جنوبی سفر تحول اقتصادی نامید پکن که تایوان را مهمترین و حساسترین مسئله در روابط خود با واشنگتن و مسئله داخلی خود میداند تاکنون به این دیدار واکنشی نشان نداده است ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.